از قبل عید پیش بینی شده بود که در تعطیلات نوروز 1401 6 میلیون نفر از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده استفاده کنند و روزانه 2 میلیون نفر هم با وسیله نقلیه شخصی جابجا شوند. دو وزارتخانه راه و گردشگری همچنین برآورد کردند حجم سفرها در تعطیلات نوروز 1401 حدود 30% بیشتر از نوروز باران زده سال 98 باشد که در آن 74 میلیون 300 اقامت شبانه ثبت شد و تعداد مسافران هم 18 میلیون نفر تخمین زده شد. در نوروز امسال که همچنان درگیر پیک ششم کرونا است، کمترین محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. جریمه رنگ‌بندی شهرهای قرمز و زرد برداشته شده. در عوض فقط افرادی که دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند بدون محدودیت و جریمه سفر بروند. با گذشت نیمی از تعطیلات نوروزی و مشاهده حجم زیاد سفرها پیش بینی می شود بعد از دو سال محدودیت و جریمه امسال افراد بیشتری به سفر نوروزی بروند. شلوغی و ازدحام بعضی از شهرها در استانهای جنوبی از جمله خوزستان، خراسان رضوی، فارس، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد گواه بر این قضیه است. به همین منظور وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از مردم خواسته برای سفر ایمن و دوری از ازدحام به استانهای خلوت‌تر سفر کنند. مثلا تهران، البرز، خراسان شمالی و جنوبی. از طرفی قرار شده دوربین‌های نظارتی که به سامانه ایران من متصل هستند، شماره پلاک وسایل نقلیه شخصی و کد ملی راننده را چک کنند و نیازی نیست رانندگان و صاحبان خودرو به دستگاه، سازمان یا سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات شخصی یا خودروی مراجعه کنند. با این شرایط بحث‌های زیادی درباره چگونگی اجرای این شیوه نظارت خودروهای شخصی که بیشترین حجم سفر را هم به خود اختصاص می‌دهند وجود دارد. از مسافران هم خواسته شده در هتل‌ها، بومگردی‌ها و خانه‌های اجاره‌ای که QR کد سامانه ایران من را نصب کرده‌اند اقامت کنند. مراکز اقامتی، آژانس‌های مسافرتی و هواپیمایی، تورهای گردشگری، ناوگان حمل و نقل عمومی مثل قطار، اتوبوس و هواپیما ملزم شدند به سامانه امید یا ایران من متصل شوند تا به این شکل هم سلامت کارمندان خود را احراز کنند و هم واکسن مسافر را استعلام بگیرند. یعنی مسافرانی که اصلاً واکسن تزریق نکردند یا یک دوز واکسن تزریق کردند نمی‌توانند از خدمات عمومی سفر استفاده کنند. موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی هم که از ساعت 9 صبح تا 19 فعالند، قرار شده فقط بازدیدکنندگان که دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند بپذیرند. توصیه شده بلیت موزه ها اینترنتی خریده شود تا دیگر صف و ازدحام ایجاد نشود. برخی از موزه ها به ویژه در تهران از جمله مراکزی هستند که تا قبل از کرونا در نوروز روزانه تا 6000 بازدیدکننده هم داشتند. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت اقامت در برخی از شهرها، احتمال استفاده از مراکز اقامتی بدون مجوز، کلاس های درس و خوابگاه ها و کمپ های شهری وجود دارد. استفاده از این مراکز به تشخیص استانداران برای مواقع اضطراری و در صورت کمبود جا منوط شده است و به مسافران تاکید شده از مراکز غیر مجاز و بدون مجاز که روی آنها هیچ نظارت و کنترل بهداشتی وجود ندارد استفاده نشود. برای سفرهای خارجی نیز توصیه شده به مقررات کشور میزبان یا مقصد توجه شود. وزارت بهداشت آن دست از مسافرانی که در نوروز به کشور برمیگردند در صورت تزریق دو دوز واکسن و ارائه گواهی و یا کارت PCR معتبر واکسن به زبان انگلیسی را از تست معاف کرده است.